ویلای ساحلی به کارگردانی کیانوش عیاری. بریم ببینیم چه خبره. خب قبل از اینکه به فیلم ویلای ساحلی برسم باید بگم که زمانی که این فیلم داشت اکران میشد آقای کیانوش عیاری یک صحبتی انجام داد و در اون گفت که خب من این فیلم رو ساختم و برای اینکه میخوام پول فیلم بعدیم جور بشه ساختم و مجبور شدم کمدی بسازم و از این دست صحبت ها. یه مقدار عجیبه سینمای ایران این فشار روی فیلمسازا، در واقع فیلمساز رو وادار میکنه به اینکه چنین صحبتی کنه. هیچ جای دنیا معمولا چنین صحبتی رو نمیکنن، حداقل کارگردان های سرشناس چنین صحبتی نمیکنن. شما تو سینمای حرفه‌ای اسپیلبرگ رو مثلا دارید، همه جور فیلم ساخته، انیمیشن ساخته، کمدی ساخته، تخیلی ساخته، همه جور فیلم ساخته. درسته کیفیت فیلمهاشون متفاوت از همدیگه بوده، تو هرگز نمیده بگه من کمدی ساختم به این دلیل که میخوام. بابا خب کمدی ساختی دیگه. خب فیلمساز که نباید توضیح بده چرا دارم فیلم میسازم. فیلمساز موظف نیست به تماشاگر یا به هر کسی دیگه توضیح بده که چرا من دارم فیلم میسازم. فیلم میسازه، اکران میشه، استقبال تماشاگر تعیین میکنه که فیلم موفق بوده یا نه. ما فقط توی فکر میکنم سینما ایرانه که چنین تعارفهایی داریم. یعنی این فرهنگ عمومی سرکوب به حدی قدرتمنده که حتی فیلمساز کشور مجبور میشه خودش رو مبرا بدونه، میگه نه من کمدی نمیسازم. چرا؟ چون اون ذهنیت وجود داره که هر کس کمدی بسازه خالتوره به اصطلاح. خیلی بده حقیقتا، ولی خب به هر حال صحبت از طرف های عیاری مطرح شد و همین دیگه. بریم به خود فیلم برسیم. خب ویلای ساحلی رو خود کیانوش عیاری هم گردن نگرفته. حقیقتا این فیلم به حدی بده، به حدی بده که حتی نمیتونیم ما اینو تو رده فیلم های کمدی قرار بدیم، رو رده فیلم های درام قرار بدیم یا هر ژانر دیگه. فیلم واقعا بده. در فیلم علنا قصه ای وجود نداره. خیلی عجیبه، واقعا در فیلم قصه ای وجود نداره. یعنی تمام قصه نیم خطه. بعد از اینکه اون نیم خط روی حالا مت یا هر چیز دیگه نگارش میشه، واقعا دیگه فیلم هیچ برنامه‌ای برای بسته گسترش شخصیت نداره. فیلم علنا وله. یعنی در فیلم شما شخصیت پردازی نداری، شخصیت نداری اصلا کلن. یعنی دو سه تا بازیگر در فیلم داریم که حرفه‌ای‌ان، هیچ کدومی شخصیت پرداخت نمیشن، فقط دارن داد میزنن. یعنی هیچ موقعیت طنزی در فیلم وجود نداره. خیلی عجیبه. احتمالا خود عیاری هم واقعا راست میگفته، بنده خدا میگفته من دوست نداشتم این فیلم رو بسازم، مجبور شده. ولی خب زمانی که شما مجبور میشی در این فیلم با تعویض بدی دیگه اصلا فیلم محسوب نمیشه. یعنی بعیده که شما ویلای ساحلی رو نگاه کنید توش 5 دقیقه فیلم نما پیدا کنید. یه ویلای دست کارگر افتاده، کارگر حالا به واسطه سری اتفاقات میخواد ویلا رو کرایه بده. خب این میشه سر تیتر مسئله. شخصیت هایی که میان میرن چی؟ خانواده چی؟ اقدامات شخصیت ها چی؟ کنش هاشون چی؟ اصلا در فیلم وجود نداره. به شکل عجیبی فیلمنامه توهیه، هیچی نیست، خالیه، فاجعه است. یکی از مشکلات آزاردهنده فیلم همونطور که گفتم جیغ و فریاد هاست. خیلی تأکید میکنم روی جیغ و فریاد ها چون واقعا آزاردهنده است. فیلم 3 تا بازیگر داره، بقیه بازیگر دارن داد میزنن، نابازیگرن در واقع. هر کس که اون پشت صحنه بوده اینو آوردن جلو صحنه که سر اون داد بزنه، این سر این داد بزنه، در لابلای هر جمل یکی بخواد چیزی بشنوه. واقعا آزاردهنده است. این فیلم نیست، سینما نیستین اصلا. این حجم از هر جمل واقعا آزاردهنده است. نه تنها نمیخندونه بلکه سردرد میاره. من نمیدونم لابلای این فریاد زدن ها در کدوم فیلم تاریخ سینما شخصیت ساخته شده، در چه فیلمی بوده که لابلای این حجم از داد و بیداد آدم در اومده باشه، موقعیت ساخته شده باشه. چند تا فیلم سراغ دارید؟ معمولا اون وسط سکوتی اتفاق افتاده، یه چیزی بوده اون وسط که بخوان داد و فریاد کنن، نه اینکه مداوم نیم ساعت 40 دقیقه داد بزنن. چه فیلمیه؟ و چه اینجوری فیلم میسازه؟ خب نسازید. راههای بهتری برای ساختن کمدی هست. فیلمنامه‌ای هست که حداقل دو تا کاراکتر بخوان دیالوگ بگن. بهتر از اینه که رابلات سر هم دیگه داد بزنه. این فریاد واقعا آزاردهنده است. اما فیلم این وسط یک سکانسی داره که به نظرم ناخواسته سکانس اینجوری عجیب و خیلی ناراحت کننده ای در اومده. اونم سکانسیه که آقای کیومرث پوراحمد میاد که از اون لوکیشن بخواد دیدن کنه و در نهایت بخواد فیلمش اونجا بسازه. تو این صحنه آقای پوراحمد میره کنار پنجره و به دریا خیره میشه و هیچ دیالوگی نمیگه.
حتی زمانی که عطاران ازش صحبت ازش سوال میکنه یا صحبت میکنه واکنش نشون نمیده به این صحبت ها. خیلی سکانس ناراحت کننده یه در واقع با توجه به اینکه آیه پور احمد رو از دست دادیم با اون اتفاق ناگوار و این سکانس واقعا سکانس بدی شده. یک سکانسیه که یک کوه غم رو میذاره روی دوش تماشاگر و خب پیش بینی نشده بوده. حالا برها دوست آقای عیاری بوده گفته بیا تو این سکانس هم باش ولی نتیجه کار خیلی سکانس ناراحت کننده شد. حالا اگر فیلم رو خواستید ببینید میتونید سکانس رو ببینید. سکانس بعدیه در مجموع به نظرم ویلای ساحلی رو کلا ول کنید. اصلا فکر کنید که کیانوش عیاری چنین فیلمی نساخته، حالا پولش در اومده بخواد فیلم های بعدیش رو ایشون بسازه هیچ مشکلی نیست، ولی قطعا سراغ ویلای ساحلی نرید برای تماشا. فیلم علاوه بر اینکه بدترین فیلم کارنامه هنری آقای عیاریه، یکی از بدترین کمدیایی که من تو این چند سال دیدم. فکر میکنم برای شما هم چنین تجربه‌ای داشته باشه، مطمئن نیستم، نمیدونم، نظر شخصی من دارم میگم، ولی ویلای ساحلی واقعا فیلم بدیه، واقعا اعصاب خرد کنه و حتی یک ثانیه هم لبخند به لباتون نمیاره. حالا اگه لبخند به لباتون آورد اینجا بهم بگید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که فیلم های خوب ببینید و همه هم در صحت و سلامت باشن و زندگی خوبی داشته باشیم. دم شما گرم و خدا حافظ.